دردناکترین آزمایش علمی تاریخ روی 5 زندانی. سلام دوستان عزیز، خدا کند که خوب باشید. حارس اکبر هستم با یک برنامه جدید از چینل یوتیوب کابل ویژوال. آیا شما می دانید که خطرناکترین آزمایش علمی تاریخ که روی 5 زندانی انجام شد چگونه بود؟ پس اگر نمی دانید لطفاً تا آخر این ویدیو ما را همراهی نمایید. این آزمایش علمی عجیب درباره تأثیر بیخوابی روی انسان‌ها بود. در اواخر دهه 40 میلادی قرن پیش، گروه از دانشمندان روس تصمیم گرفتند تا دست به یک آزمایش عجیب و نامتعارف بزنند. آنها از 5 زندانی خواستند در ازای آزادی در این آزمایش شرکت کنند و 30 روز نخوابند. این دانشمندان برای بیدار نگه داشتن این 5 زندانی از گاز موسوم به گاز نیکلایف استفاده کردند. زندانیان را در اتاق دور افتاده قرار داده و به درون اتاق گاز همراه با اکسیژن را پمپاژ می کردند. اتاق مورد نظر پر از کتاب و لوازم زندگی برای مدت زمان 5 ماه با یک دستشویی بود. نگهبانان 5 زندانی را از طریق یک پنجره شیشه‌ای مراقبت می کردند. بر علاوه 5 میکروفون هم به آنان وصل شده بود. 5 روز اول همه چیز طبیعی گذشت، اما پس از 5 روز رفتارهای عجیب و غریب آغاز شد. زندانیان حرفهای نامفهوم و مبهم می زدند. در روز نهم یکی از آنها با حالت دیوانوار با صدای گوشخراش فریاد می کشید و به مدت 3 ساعت کامل در اتاق می دوید تا جایی که تارهای صوتیش پاره شد. زندانیان واکنش از خود نشان نمی دادند و به گفتن حرفهای نامبهم خود ادامه می دادند، تا اینکه یکی دیگر از آنها نیز شروع به فریاد کشیدن کرد. در این هنگام بقیه هم شروع به پاره کردن کتاب ها کردند. صفحات کتاب را به ادرار خود آغشته کرده و آنها را روی پنجره شیشه ای چسباندند. ناگهان صدا قطع شد و زمزمه ها آرام گرفت. دانشمندان از سکوت ایجاد شده نگران شدند. آنها می دانستند که اکسیژن به اندازه کافی در اتاق برای زنده ماندن وجود دارد. صدای خود را با میکروفون در اتاق پخش کردند و گفتند حالا وارد اتاق می شویم و شما را بازرسی می کنیم. از پیش روی در دور شوید و روی زمین دراز بکشید. در غیر این صورت به شما شلیک میکنیم. هر که از دستورها را اجرا کند آزاد میشود. نیمه های شب سربازان وارد اتاق شدند و با صحنه های ترسناکی روبرو شدند. اتاق پر از خون بود و اما و اشیای زندانیان روی زمین ریخته شده بود. متاسفانه آنها به جای غذا از بدن یکدیگر تغذیه کرده بودند. ریه و معده آنها به دلیل جراحات وارده قابل رویت بود و همه آن زندانیان مردند.
نتایج این آزمایش خطرناک باعث برانگیخته شدن خشم مردم علیه جنرال شد که مسئولیت این آزمایش عجیب را بر عهده گرفته بود. او می توانست با زندانیان مهربان تر باشد. این چیزی بود که همه می گفتند. سرانجام جنرال مذکور با وسیله یکی از ماموران خود با ضرب گلوله هفت تیر کشته شد. عزیزان دل، تشکر از این که تا حال ما را همراهی کردین. برای داستان‌های بیشتر می توانید چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. خدا حافظتان، شب و روز خوش داشته باشید. Thank you all for volunteering to take part. As you know, this experiment is being conducted for research purposes and your prison sentence will be spared if you comply to the requirements of the experiment. I will go over some rules and requirements for your stay here over the next 30 days. You must stay awake for the next 30 days. You must complete all mental and physical activities each day. You must not ever lay a finger on a fellow inmate. If you do not wish to take part in the experiment, this is your last chance to say so, as you will not be allowed to leave once we begin. The experiment will begin now.